بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان محترم، افتخار داریم که با برنامه تیز امشب در خدمت شما باشیم. امشب هم پیرامون معایب ارز 4200 صحبت خواهیم کرد، ارز ترجیحی، و اینکه چه میزان سیاستگزار اختصاص ارز ترجیحی به اهداف خودش از قبل اختصاص این ارز توانست دست پیدا بکنه و چقدر به اهدافش رسید، و سعی میکنیم که در حوزه کارشناسی به معایب اختصاص ارز 4200 بپردازیم. به هر حال مسائل مختلفی در حوزه‌های متفاوت راجع به اختصاص ارز 4200 بیان می‌شود که از جمله اون ایجاد رانت فساد، و همیشه گفته شده که چند نرخی بودن ارز همیشه ایجاد رانت فساد می‌کرده، و حالا خلالی که در حوزه صادرات داشته، در حوزه تورم و مسائلی از این دست، موضوعاتی است که تلاش می‌کنم امشب راجع بهش صحبت بکنیم. آقای دوست بندی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمان محترم برنامه و هموطنان عزیزم. متشکرم. آقای دوست بندی نظر شما چی هست به لحاظ آسیب شناسی سیاست ارز ترجیحی 4200؟ شما فکر می‌کنید که چه میزان اهداف سیاست‌گذار تأمین شد؟ و در ادامه حالا بخش مختلف عیب و ایرادی که راجش مطرح میشه رو پیش خواهیم کشید، اما در یک نگاه کلی مقصودم هست که بفهمید. بله، موضوع خیلی خوبی هست به عنوان در واقع یک بررسی موردی یا کیس استادی در زمینه علم اقتصاد، که ما اگر بر ضد آموزه‌های علم اقتصاد عمل کنیم نتیجه چه خواهد شد. ببینید، در علم اقتصاد ما توصیه دوزومن این نیست که حتما نرخ تثبیت بشه یا نرخ شناور باشه، ولی الزاماتی داره تثبیت نرخ و الزاماتی داره نرخ شناور. این که ما در طی 50 سال گذشته حتی از سیاست‌های اقتصادی ما، سیاست‌های ارزی ما، سیاست‌هایی بوده که بعد از دهه 40 شکل گرفته و تا امروز هم نه فقط در کشور ما این سیاست‌ها مخصوصا در زمینه ارز شکست خورده، بلکه وقتی که سیاست‌های مشابهش سیاست‌های ارزی کشور ما در کشورهای دیگه مثلا مثل ونزوئلا یا اخیراً در ترکیه یک مقداری مشابهتی می‌بینیم با وضعیت کشور ما، وقتی این اتفاق می‌افته که بر ضد آموزه‌های علم اقتصاد عمل میشه، می‌بینیم که بازار واکنش نشون میده و این سیاست‌ها شکست می‌خورن. یک قسمتی از سیاستی که روز اول در زمینه ارز 4200 اعلام شد درست بود، ولی حتی یک روز هم اجرا نشد، و اون قسمتی بود که مقام معاونت اول رئیس جمهور در اون زمان اشاره کردن که ما میخوایم ارز تکنرخی کنیم. این ارز تکنرخی هیچ وقت رعایت نشد. دقیق میفهمید؟ این که بعضی میان میگن که ما در دنیا کشورهایی هم داریم که ارز چند نرخی دارند، بله ما در دنیا کشورهای دیگری هم داریم ارز چند نرخی داشته باشن، ولی اونها هم با همین مشکلات ما دست به گریبان هستند. ما هیچ کشور پیشرفته‌ای رو در دنیا پیدا نمی‌کنیم که نظام ارز چند نرخی داشته باشه. پس این یک نکته‌ای بود که در اعلام سیاست در ابتدا شکست خورد. اما نکته اصلی که اتفاق افتاد این بود که ما یک ارزی داریم تحت عنوان ارز 4200 که این منابع کشور را از طریق این ارز تخصیص می‌دهیم. بنابراین امروز که ما داریم خدمت شما صحبت می‌کنیم، بخش بزرگی از منابع ارزی کشور در این 3 سال از دست رفته. حداقل در 3 سال اول اجرای طرح ظاهرا یه چیزی حدود 32 میلیارد دلار از این ارز به نرخ 4200 تخصیص پیدا کرده، و این تخصیص باعث شده که ما از منابع ارزی تا حد زیادی تخلیه بشیم، اونم در شرایط تحریمی. یعنی اختصاص و تعیین ارز 4200 نه فقط بر ضد تحریم نبوده، بلکه در جهت خود تحریمی بوده متاسفانه. حالا مشکل چه هست؟ بارها و بارها مردم ما تجربه کردن وقتی نرخ ارز دولتی رو شما تثبیت می‌کنی، نرخ ارز در بازار آزاد بیش جهش می‌کند، اوورشوت انجام می‌شود. یعنی اگر این دو ارز یکی بودند، احتمالاً الان نرخ ارز چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان بود، ارز تکنرخی که رانت هم درش نبود. ولی اتفاقی که افتاد این بود که ما یک ارز رو 4200 نگه می‌داریم، ادعا می‌کنیم که تورم کنترل شده، در حالی که مقدار رشد پای پولی، مقدار رشد نقدینگی و مقدار تورمی که ما در این 3 سال داشتیم، تورم فزاینده، در طول تاریخ بعد از انقلاب حداقل 20 سال است. پس بنابراین کاملا برای ما پر واضح است که اهداف ارز 4200 مطلقا محقق
نشده تا امروز و از اول هم میدونستیم محقق نمیشه. این 4200 چطور منجر به تورم شد؟ چیزی که شما اشاره کردیم باعث خلق پول شد یا پای پولی رو بالا برد بلی. یا باعث رشد نقدینگی شد؟ با چه سازوکاری این اتفاق افتاد؟ این اگه ممکن باز بفرمایید. ببینید ما یک سری منابع ارزی در اختیار داریم در اقتصاد. دقت بفرمایید. حالا ببینید یک بار دو تا بحث است. یک وقتی است که ما با چه نرخی در بودجه تسعیر ارز انجام میدهیم. این نرخ رو ما به تدریج افزایش دادیم. برای سال بعد 23000 تومان در نظر گرفتیم. این خودش تورمزاست باز. دقت می‌فرمایید چرا؟ برای اینکه ما بر اساس اون نرخ تسعیر ارز میایم پای پولی ایجاد می‌کنیم. دقت می‌فرمایید این دو تا مبحث جداست. مبحث دیگر این است منابعی رو دولت به دست می‌آورد، این منابع رو با نرخ 4200 در اختیار برخی وارد کنندگان قرار می‌دهد. دقت می‌فرمایید حالا این چگونه تأثیر می‌گذاره روی ارز بازار آزاد؟ اینو خدمتتون عرض کنم. ببینید این منابع در اختیار چند صد یا چند هزار خانواد بیشتر قرار نمیگیره. یعنی چند هزار ما وارد کننده نزدیک به دولت داریم، مورد اعتماد دولت هستند. اینها منابع ارز 4200 رو در اختیار میگیرند، واردات انجام میدهند، این واردات رو با یک نرخ میانگینی توزیع میکنند و قطعا شما مطمئن باشید که این نشتی خواهد داشت. یعنی برخی از این واردات با نرخ بازار آزاد در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. همینطور که اگر ما ارز 4200 رو مثلا کنترل کردیم که قیمت مثلا دارو یا قیمت مرغ کنترل بشود، از مردم عزیز من میپرسم آیا در طی 3 سال گذشته نرخ مرغ کنترل شده؟ اگر ما 4200 مون ثابته، چون بعضی از دوستان اقتصاددان، بعضی از دوستان دولتی ادعا میکنند که وقتی ارز 4200 ثابت است قیمت کالاهای اساسی هم ثابت خواهد ماند، ما میبینیم که در بازار مطلقاً چنین اتفاقی نیفتاده. خب این دلیل نشتی که داره. دقیقاً. نشتی منظور یعنی یه 4200 رو میگیرن بله. و بعد آزاد تو بازار میفروشن. در بازار داخلی یا در بازار خارج. و بعد مرغ با در از قیمت احسن. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی منابع کشور رو در اختیار یک بخش خاص قرار میدیم، در اختیار چند هزار خانواده بیشتر نیستن قرار میدیم، در نهایت دقت بفرمایید که یک در واقع منفعت بسیار بزرگی در اختیار این وارد کننده قرار گرفته. دیر یا زود این وارد کننده قانع خواهد شد که این منابع رو از کشور خارج کنه. چرا؟ چون انباشت شدید سرمایه صورت گرفته و نگرانی وجود داره که این کش بشه. بنابراین شما میبینید وقتی ارز 4200 شما این طرف دارید، اون طرف ارز بازار آزاد بیش جهش انجام میشه، یعنی بیش از حد رشد میکنه. نمونش این که دو ماه پیش قرار بوده دولت ارز 4200 رو بالاخره بعد از مدت ها متوقف کنه، حذف کنه، باز به تعویق افتاد تا بودجه 1401. از روز بعد از اینکه به تعویق افتاد شما دو تا واقع رو مشاهده کردید. یکی بازار بورس ضربه خورد. چرا؟ چون برخی از شرکت ها از حذف ارز 4200 منتفع می شدن و وقتی که این اعلام شد که ارز 4200 حذف میشه، سهام این شرکت ها رشد کرد. وقتی که از پشت خنجر زده شد به این سهامداران، به کسانی که اعتماد کرده بودن به دولت، طبیعیه که بازار بورس ریزش کرد. از اون طرف شما میبینید ارز بازار آزاد ما از 27 تومن و 28 تومن میره بالای 31 تومن علارغم تمام تلاش دولت که در جهت کاهش نرخ ارز بوده. اصلا دولت جدید که الان حدود 4 ماه هست مستقر شدن، یکی از اولین سیاست هایی که داشتن این بود که ثبات رو به بازار ارز برگردانن. بنابراین اینطور نبوده که انگیزه دولت این باشه که ارز نرخ ارز بازار آزاد بره بالای 30 تومن 31 تومن. دقت می‌فرمایید. ولی این جداسازی همواره باعث شده که بله شما میتوانید نرخ ارز رو در نرخ دولتی، حالا هر نرخی باشه، اصلا دولت میتونه اعلام کنه که ما به جای ارز 4200 ارز 7 تومن از این بعد تخصیص میدیم. بله میتونه چنین کاری بکنه. اون ارز بازار آزاد مشکلش بیشتر خواهد بود. حالا مسئله اینجاست که برداشت مسئولان دولتی ما این هست که اگر شما ارز دولتی رو تثبیت کردی، انتظارات تورمی رو کنترل می‌کنی. مطلقاً چنین چیزی نیست. انتظارات تورمی رو آیا مردم ما هر روز که شبکه خبر رو باز می‌کنن یا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنن یا روزنامه رو باز می‌کنن یا در محلات دارن قدم می‌زنن به تابلوی صرافی که میرسن، آیا ارز بازار آزاد رو چک میکنن قیمت چیه؟ ارز 4200 رو چک ثابت دیگه. دقیقاً. پس ببینید بله این درسته که مردم ما با نرخ ارز انتظار تورمی خودشون شک میدن، اما این هم واضحه که با نرخ 4200 انتظار تورمی خودشون رو هیچ وقت شک ندادن. یعنی اینکه بعضی از دوستان میفرمایند که اگر 4200 افزایش پیدا بکنه انتظار تورمی افزایش پیدا میکنه، مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر 4200 افزایش پیدا کرد و به افزایش نرخ ارز بازار آزاد انجامید، اون وقت روی انتظارات تورمی تاثیر میگذاره. اگر 4200 رو شما حذف کردی، نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد، تلاطمات در اقتصاد کم شد،
شما مطمئن باشید که انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه و قابل مدیریت خواهد بود. بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر، رو بحث خللی که 4200 توی صادرات ایجاد کرد. بعضا گفته میشد که مثلا به جهت اینکه اون کالاهایی که از 4200 بالاخره جزء نهادهاشون اختصاص پیدا میکرد، اینا دیگه صادراتشون ممنوع بود. و شما چه واسه کالاهایی رو میتونستی تولید بکنید تا پیش از اینکه براشون یک بازاری رو تدارک دیده بودی، ذائقه شناسی کرده بودی، بازاریابی کرده بودی، ولی چون حالا دیگه نهادش 4200 بود عملا نمیتونستی صادر بکنی و اون بازار از دست داده بودی. تو حوزه صادرات چقدر 4200 تونست خلل ایجاد بکنه؟ احسن، این در جهت پرسش قبلی شما هم هست که ارز 4200 آیا توی تورم تاثیر یعنی کاهنده داشته یا تاثیر افزاینده. من پاسخ ندادم، الان میخوام خدمتتون پاسخ بدم. دقیقاً مربوط به این بحث صادرات هم میشه. ببینید، شما هر وقت اخلال در صنایع، اخلال در بازارها ایجاد بکنید، در نهایت متضرر خواهیم شد، در نهایت تولید ملی کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی که ما این ارز 4200 رو روی 25 کالای اساسی تصویب کردیم، دقت بفرمایید، ما یک جای ارز 4200 رو تصویب نکردیم. اتفاقاً الان افتخار ماست. اتفاقاً الان ما میگیم که در این چند سال خیلی موفق بودیم. کجا؟ تولید لوازم خانگی، حالا با هر کیفیتی که داره. ببینید، اونجا که ما ارز 4200 تخصیص ندادیم، منابع رو محدود نکردیم، دست و پای صنعت رو نبستیم، تولید صنایع در واقع تولیدات در واقع محصولات خانگی مثل تلویزیون، مثل یخچال به شدت رشد کرده، داخلی سازی به شدت افزایش پیدا کرده. خب درس بگیریم. ببینید، 25 کالایی که ما به تحت عنوان کالای اساسی میشناسیم که به تدریج کاهش پیدا کرده تا امروز به 6 7 قلم رسیده، این 25 تا ما اومدیم محدودیت‌های جدی رو این اعمال کردیم. چرا؟ برای اینکه نگران بودیم و به درستی نگران بودیم که این ارز ارز سوبسیدی است، ارز ارزان هست، وقتی تخصیص پیدا می‌کنه ممکنه که خارج بشه. خب چه اتفاقی افتاده این وسط؟ ما در واقع اومدیم باعث شدیم که بخش تولید در این زمینه صدمه ببینه. نتیجه رو کجا میتونیم ببینیم؟ تورم کدام بخش اقتصادی بالاتر از بقیه بوده؟ تورم مواد خوراکی. این واقعیته، همون جایی که دقیقاً ما هدف گذاری، یعنی بدتر از این سیاست ما نمیتونستیم داشته باشیم. ما به عنوان اینکه میخوایم از اقشار آسیب پذیر، که من با این عنوان اصلا موافق نیستم، از محرومین مستضعفان کشور می‌خواستیم حمایت کنیم، اومدیم ارز 4200 رو تخصیص دادیم به بزرگ وارد کنندگان کشور، به کسانی که بیشترین ارتباطات رو در کشور دارن. در نهایت نتیجه این شده که بعد از 3 سال می‌بینیم که تورم در جامعه کوریدور 40 سالی خودش رو شکسته، بالاتر رفته. حالا در میان صنایع مختلف، در میان بازارهای مختلف و محصولات مختلف که میایم تورم رو محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم تورم اقلام خوراکی بیشتر از بقیه افزایش پیدا کرده. وقتی می‌ریم در سطح کشور می‌سنجیم، می‌بینیم تورم در مناطق محروم کشور بیشتر رشد کرده نسبت به مناطق برخوردار. یعنی سیاست‌هایی که در 3 سال گذشته اعمال شده کاملا شکست خورده و متاسفانه هنوز ما داریم ادامه میدیم. متاسفانه هنوز بخش عمده سیاستگزاران اقتصادی ما و حتی اقتصاددانان ما طرفدار این سیاست‌های 4200 هستند و امیدوارم یک روزی پیش بیاد، جناب کابوسی که با ما هم عقیده هستن و همسو هستن، یک روزی پیش بیاد که واقعا یک مناظره جدی صورت بگیره، ببینیم که واقعا کسانی که طرفداری میکنن از این ارز 4200 که به باور بنده کوچکترین مزیتی برای اقتصاد نداشته و فقط رانت در اختیار افرادی قرار گرفته که بخش عمدهش و خانواده‌های ایشون در خارج از کشور زندگی میکنند. دقیق میفرمایید، ما در واقع ثروت این افراد رو افزایش دادیم به بهای کاهش در واقع رفاه خانوارهای مخصوصا دهک‌های پایین درآمدی. به ضمن اینکه در روی سوبسیدی هم که دولت بابت ارز ترجیحی پرداخت میکرد، این به صورت عادلانه بین همه توزیع نمیشد. یعنی شما روی کالای اساسی داری سوبسید میدی، ارز ترجیحی داری میدی، ولی اون کسی که در اصل متمولتر هست مصرف بیشتری داره. خب این ببینید، همین نکته اگر جا بیفته ما یک پیشرفت بزرگی در کشور داریم. ما 10 سال پیش اومدیم هدفمندی یارانه ها رو انجام دادیم، از ما آموختن، منده به عنوان اقتصاددانی که بالاخره با در واقع ادبیات اقتصادی در دنیا آشنا هستم، الان یکی از مهمترین سرفصل‌های ادبیات اقتصادی در دنیا در مورد سیاست‌های حمایتی، تیتر اول UBI هست، Universal Basic Income. بعضی وقتا میگن هدفمندی یارانه ها که اولین بار به طور گسترده در ایران مطرح شد. دقیق میفرمایید، در ایران مطرح شده. ما این هدفمندی یارانه ها رو اینجا به خوبی اجرا کردیم.
دقت می‌فرمایید، بعد ما متوقفش کردیم به دلایل مختلف که هیچ کدوم به باور بنده این دلایل دلایل قانع کننده ای نبوده. ما متوقف کردیم، همین سیاست در کانادا اجرا شده. اتفاقا در شبکه‌های مجازی من دیدم که پخش شده در شبکه‌های مجازی در کشور خودمون که افراد در کانادا همه یکسان وقتی که گفتن که در واقع این مسئله کرونا به وجود اومد و قرنطینه شدن، به همه به صورت یکسان چک تقدیم کرد دولت کانادا. همین قضیه در مقابل با کرونا در کشور امریکا اتفاق افتاد و من به جرئت خدمت شما عرض میکنم در 10 سال آینده شما خواهید دید بسیاری از سیاست‌های حمایتی، مخصوصا سیاست‌های حمایتی غیر شفاف، متوقف خواهد شد. مثل مثلا سوبسیدی که ما داریم روی حامل‌های انرژی میدیم، مثل سوبسیدی که روی هر محصولی که دولت درش نقش داره داریم میدیم که اینها فقط به اقشار برخوردار جامعه میرسه. من مثال بزنم خدمت شما، اخیراً اعلام کردن که افراد میتونن از طریق وبسایت وارد بشن، تقاضا بدن و مرغ با قیمت سوبسیدی دریافت کنن. در کجا؟ در روستاهای کشور خیر، در سیستان و بلوچستان خیر، در کردستان خیر، در بوشهر خیر، در تهران، در اصفهان، در شیراز، در مشهد. اون هم کسانی که یا موبایل هوشمند دارن یا دسترسی به کامپیوتر دارن، دسترسی به اینترنت دارن. آیا کسانی که دسترسی به موبایل هوشمند دارن جزء دهک‌های پایین درآمدی هستن یا جزء دهک‌های بالای درآمدی هستن؟ به باور بنده جزء دهک‌های بالای درآمدی هستن. بینندگان عزیز میتونن قضاوت کنند. این نوع سیاست‌های غیر شفاف متأسفانه تحت عنوان حمایت از محرومین و مستضعفین، این نوع سیاست‌ها که چیده میشه، خسارت عمده رو به اقشار ضعیف جامعه متأسفانه به فقرای ما تحمیل میکنه و در عوض منابع رو مثل یک جاروبرقی میکشه از اقشار فقیر در اختیار 1% بالای جامعه قرار میده. من فقط یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، حتی دهک دهم به درآمدی ما، یعنی 8 میلیون ثروتمند کشور، حتی دهک دهم درآمدی ما، اونهایی که در مرز دهک دهم درآمدی قرار دارن، بسیاری اوقات با کسری بودجه خانوار مواجه هستند. یعنی ما حتی به این افرادم، بعضی از افراد میگن خب سه دهک رو حذف کنید، حتی دهک دهم درآمدی الان وضعیت خوبی از نظر بودجه خانوار نداره، از نظر تعادل در بودجه خانوار. ما منابع رو به صدک صدم درآمدی میدیم. یه چیزی حدود 1 میلیون نفر هستن که از این منابع بهره مند میشن. بسیار متشکرم آقای دکتر. تو بحث بالاخره ما بسیار تاکید بر حمایت از تولید داخل داریم. سیاست ارز 4200 در حوزه تولید داخلی چه میزان اثر منفی گذاشت؟ احسنت. بله، این مهمترین مسئله است. ببینید، ما چرا ما صنعتی نشدیم؟ ما در دهه 40 شمسی به سرعت رفتیم به سمت صنعتی شدن، به طوری که نرخ رشد اقتصادی ما به مدت 10 سال 2 رقمی بوده، نرخ تورم ما زیر 2% بوده. بعد از دهه 1340، یعنی از 1350 یا 52، چه اتفاقی در این کشور افتاد که امروز هم ادامه داره، در بودجه سال 1401 هم ادامه پیدا کرده و ما رو از فرایند صنعتی شدن جدا کرد؟ این رو در دنیا، در ادبیات اقتصادی دنیا تحت عنوان بیماری هلندی یا داچ دزیز میشناسن. داچ دزیز یعنی بیماری هلندی. اسم دیگری هم داره، دی اینداستریالیزیشن، صنعت زدایی. دقیق میفهمید، صنعت زدایی کی انجام میشود؟ وقتی شما منابعی رو از خارج از کنش های اقتصادی، شما منابعی رو به دست میاری، این منابع رو در بخش های خاص تزریق میکنی. در کشور ما ارز حاصل از فروش ثروت اومده تزریق شده در بخشی از بخش‌ها. چگونه این تزریق صورت گرفته؟ من مثال بزنم خدمت شما. ما الان خوراک داممون در زمینه تولید خوراک دام چقدر مستقل هستیم؟ اگر ما قرار هست که برسیم به خودکفایی و استقلال، یکی از مهمترین عرصه‌ها این هست که ما بتونیم خوراک دام و طیورمون رو خودمون فراهم کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر سطح مصرف پروتئین جامعه 85 میلیونی ما کاهش پیدا کنه، برای چند دهه در آینده ما متاسفانه متضرر خواهیم شد. یعنی مسائل سلامت رو که در نظر بگیرید، مسائل هوش رو که در نظر بگیرید، افراد وقتی که پروتئین به اندازه کافی بهشون نرسه نمیتونن درست کار کنن. یک بحث خیلی مهمی در اقتصاد مطرح میشه، میگن فقر احمق میکنه. همینه، اگر شما دوچار سوء تغذیه بشید سطح مشکل پیدا میکنید. پس ما باید خوراک دام و طیور رو اتفاقا اگر بنا هست خود کفا بشیم، اتفاقا در مورد درباره خوراک دام و طیور باید خود کفا میشدیم. آیا خود کفا هستیم؟ خیر، بیش از 90% واردات. چرا؟ برای اینکه ما سوبسید دادیم به واردات. ما هم به صورت عمومی سوبسید دادیم به واردات، هم به صورت خاص سوبسید دادیم به واردات. نمونه خاص سوبسید به واردات همین ارز 4200 است. نمونه عام سوبسید به واردات این هست که دولت
همین برنامه که برای بودجه سال 1401 ریخته شده، دولت بنا هست روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه با قیمت 60 دلار ضرب در نرخ 23,000 تومان، بنا هست این منتقل بشه به بانک مرکزی. بانک مرکزی موظف است که پایپولی رو ببره بالا، یعنی تورم ایجاد کنه. وقتی این ارز به بانک مرکزی منتقل شد، بانک مرکزی تحت فشار قرار میگیره که چرا تورم افزایش پیدا کرده، اون ارز رو میریزه تو بازار. ارزی که شما میریزی تو بازار باعث میشه قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کنه، قیمت کالای داخلی با تورم رشد میکنه. یعنی چی؟ یعنی کالای خارجی در نبرد با کالای داخلی پیروز میشه. این سیاست رو ممکنه یک کشوری یک سال انجام بده درس بگیره، دو سال انجام بده درس بگیره. سال آینده سال 1401 51مین سالی هست که ما داریم این سیاست مخرب رو بدون کوچکترین خدشه‌ای در اقتصادمون متاسفانه داریم عمل میکنیم. این باید متوقف بشه. بنابراین هر نوع سوبسیدی که به واردات داده بشود در جهت صنعت زدایی و دی اندستریالیزیشن متاسفانه در اقتصاد ایران عمل خواهد کرد. در حمایت از تولید خارجی در از برعکس حمایت از تولید خارجی است. یعنی سوبسید به واردات تولید خارجی دیگه و یک مقدار واردات تولید خارجی. مسئله دیگری هم که داره، به درستی فرمودن، صادراتمون دچار مشکل میشه. همین محدودیتی که شما فرمودید، خب وقتی میبینیم که شکر وارد میکنیم، مقدار صادرات شیرینی و در واقع شکلات و اینها افزایش پیدا میکنه، خب میریم اونجا محدودیت میذاریم. الان ببینید، یکی از بحثایی که من خودم شنیدم که در این محافل بورسی مطرح میشد، یکی از بحثایی که بود این بود که صنایعی که بسته‌بندی روغن دارند اگر ارز 4200 هست بشه، اینا به شدت منتفع میشن. چرا؟ تولیدشون قرار افزایش بدن و صادر کنند. الان دستشون بسته است، نمیتونن صادر کنند. فقط دستشون رو باز بذارید، اینها برند ساختن، اینها بسته‌بندی خوبی دارن، میتونن صادر کنند. ما یک زمانی بوده تا که در کشورهای همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس یک سری از برندهای ما یک زمانی اونجا نفوذ مطلق داشته. یعنی یک چیزی که مثلا بعضی از شوینده ها، مثلا پودر شوینده، حالا یک برند بین‌المللی است، من نمیخوام نام ببرم، که در داخل ایران هم داشتیم، به تناسب اون برند بین‌المللی ما برند ایرانی داشتیم که در حاشیه خلیج فارس این برند کاملا نفوذ داشته و رقابت می‌کرده با اون برند اروپایی یا آمریکایی. دقیق می‌فرمایید، ما می‌تونیم برگردیم به اون شرایط، به شرط اینکه سیاست‌های اقتصاد کلان اصلاح بشود. فعلا که دیده نمیشه، امیدوارم یک روزی برسه. البته این قدم که ارز 4200 ان شاء الله در بودجه سال 1401 حذف بشه، بسیار بسیار قدم مثبتی به نظر من، ولی باید این سرآغاز یک سری تحولات در اقتصاد ایران باشه. ما باید از اقتصادی که به افراد زینفوز رانت میدیم، باید اینو متوقف کنیم. ببینید الان وارد کننده خوراک دام و تویی رو ما چند نفر افراد خاص هستن؟ اصلا ما انحصار به وجود آوردیم از طریق این ارز 4200. این رو آزاد کنیم، اجازه بدیم همه وارد کنن. اگر قرار وارد بشه، اجازه بدیم همه وارد کنن. و شما خواهید دید اون زمانی که این بازار آزاد بشه، اتفاقا تولید داخل هم شکل میگیره. به جای اینکه ما محصولاتی تولید کنیم، محصولات کشاورزی تولید کنیم که از نظر استراتژیک منفعت خاصی برای کشور نداره، شما میبینید که خود به خود بازار میره به سمت اینکه محصولاتی تولید کنه که از نظر استراتژیک وضعیت ما رو در عرصه جهانی بهتر کنه. بسیار عزیز ازندگی، استفاده کردیم، ممنونم از شما که آمدید. پس شما بینندگان محترم که بیننده برنامه امشب ما بودید و بحث ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشند، شب و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدارتون.